بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با همکار ما فریبا آرام که از هرات با ما هستند. فریبا سلام، شبت بخیر، به برنامه خوش آمدی و میشه بگویی در مورد طرحهایی را که دانشجویان انستیتوت زراعت هرات داشتن میشه تشریح بکنی که چگونه طرحها بوده، چقدر کمک کننده است؟ تشکر، سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. این طرح ها از ما زیاده میشه که روی دست این دانشجویان هست و اصلا یک پروژه 8 میلیونی هست که از طرف ایالات متحده آمریکا به دانشجویان بخش زراعت در نظر گرفته شد در سراسر افغانستان و این دانشجویان فرصت مالی به داده میشه تا اینکه ابتکارهایی که در بخش حفاظت و پروسس مواد غذایی و فرآورده های زراعتی دارن، ابتکار هایی که دارن روی عمل پیاده بکنن و تا اینکه بتونن همکاری کنن و یک همیاری کنن دهقانان برای پروسس بهتر مواد غذایی و همچنان فرآورده های زراعتی که طرحهایی که از هرات 5 طرح که 3 طرح برای پروسس زعفران هست و 2 طرح برای حفاظت و پروسس انگور هست ارائه شده از طرف دانشجویان و اینا به مدتی گذاشته شده و برای چند مدت از اینا استفاده میشه که ببینم روش استفاده از اینا چی هست و چقدر میتونه موثریت داشته باشه برای دهقانان در هرات و جنبه عملی از چقدر. این دانشجویان دستگاه را هم ساختن، میشه در مورد این دستگاه بگویی که مورد امتحان قرار گرفته؟ آیا واقعا کارایی داره که بتونه کشاورزان افغانستان را کمک بکنه؟ قسمی که امروز به نمایش گذاشته شده بود و به صورت امتحانی اینا را یعنی مورد آزمایش قرار دادن دستگاه هایی بود که میتونست مثلا زعفران پاکسازی بکنه، مواد اضافه از اینا جدا بکنه و یک سرخانه داشته و یا جایی که زعفران حفاظت بکنه از گرد و خاک های محیط و همچنان یک دستگاه ضد عفونی داشت که میتونه زعفران را به مو اندازه که اینو برداشت میکنن ضایعات از کمتر بشه، چون بیشتر دقیقه که دهقانان دارن میگن که ما زعفرانی که میگیریم به دلیل اینکه پروسس ما معیاری نیست بسیار از اینا ضایع میشه. اینها روش ساخته بودن، دستگاه ساخته بودن که از ضایع شدن بیشتر زعفران جلوگیری بشه و بتونن بیشتر برداشت بکنن و همچنان در قسمت انگور هم اینا یک قسم مواد گیاهی ساخته بودن که میتونستن انگور داخل نبا دارن به مواد خیلی زیاده و انگور فرشته نشه و خراب نشه. در کل 5 طرح بود که به اقسام مختلف اینا به روش های مختلف و کارهای مختلف هم میکرد که به خصوص تاکید در این سر انگور و زعفران بود که اینو به صورت معیاری و استاندارد پروسس بشه و این قسمی که دانشجویان گفتن میتونه یک نوید خوب باشه برای بازرگانان حتی تا اینکه به بازارهای خارجی فروش بیشتر داشته باشن، چون دقیقه بیشتر اینها این است که به دلیل بسته‌بندی غیر استاندارد در بازارهای خارجی ما کمتر میتونه به فروش برسن. به خاطر دانشجویان روش را ساختن تا اینکه پروسس استانداردتر بشه و اینا کمتر ضایعات داشته. این دستگاه با چه هزینه‌ای ساخته شده؟ آیا برای کشاورزان افغانستان مناسب هست از لحاظ هزینه که بتونن در این مورد سرمایه گذاری صورت بگیره و در دسترس از اونا قرار بگیره؟ یکی از این دستگاه ها که یعنی دستگاهی بود که برای زعفران بود، خود دانشجویان گفتن که بیشتر از 60-70 هزار رویشان هزینه افتاده تا که دستگاه ساختن به صورت معیاری که خودشان گفتن، یعنی گفتن اگر زمینه مساعد بشه ما میتونیم در طرح‌های مختلفی دستگاه بسازیم که برای دهقانان هم مناسب تر باشه تا که اینا بتونن خریداری کنن دستگاه ها. ولی در کل هزینه این پروژه 8 میلیون افغانی است که در ولایت های مختلف البته اجرا میشه و نظر به دستگاهی که میسازن برای اینا هزینه داده میشه، ولی گفتن اگر حکومت ما حمایت بکنه ما میتونیم که در شکل اقلاف های مختلف در اندازه های مختلف اینا رو بسازیم تا که برای دهقانان مناسبتر باشه و بتونن بخرن این دستگاه. تا چه حد از این ساخت دستگاه ها استقبال صورت گرفته و احتمال از این وجود دارد که از این طرح ها استفاده شود به صورت عملی؟
امروز برخی از زعفرانکاران به خصوص رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان حضور داشت و گفت نوید خوبی است برای کسایی که در حال کشت و پروسس زعفران هستن، چون دفتقه ایشان هم همین پروسس غیر معیاری است، میتونن طریق این دستگاه ها اگر خوب کار بکنن، البته میگفتن میتونن از این طریق معیاری تر اینا رو پروسس بکنن و این دستگاه ها قرار است که از سر افغانستان ساخته بشه و به کابل یک مسابقه رمزی بشه و بهترین طرحهایی که بیشتر جنبه عملی داره انتخاب بشه و بحثات از او این طرحها ممکن است که بیشتر تولید بشه از این دستگاه ها و بتونن که به دهقانان قرار بدن. ممنون از شما فریبا، شبتان بخیر.